درود به یکایی که شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زمین، در سیاره زیبا ولی زندان زمین. امیدوارم هر کجای این کره آبی و خاکی در این روزهای آغازین سال 2579 هخامنشی یا 99 خورشیدی هستید شاد، سلامت، تندرست و در این حال در فصل بهار همیشه عاشق باشید. با یک کار دیگه از مجموعه فرازمینی دوستان گلم در خدمتتون هستم. حقیقتشو بخواین دوستان، موضوع امروز فکر کنم تکراری باید باشه، ولی یه تکراری که هنوزم برای من خیلی عجیبه. چندی پیش بود که من اقدام به نمایش یک سری از پدیده های نمیشه بگیم فرازمینی، شاید زمینی باشن، اینا دقیقا نمیدونم چی هستن، ولی اقدام به نمایش یه سری از UFO ها کردم، چون همینطوری که میدونید UFO مربوط به فرازمینی ها اصولا نمیشه. هر جسم ناشناخته پروازی که ما با تحقیقات هم نتونیم پی به ماهیت و کارکرد اون ببریم، اون وسیله ما نام UFO میدیم. این UFO ها میتونن گونه های ناشناخته زمینی، فرازمینی، زیر آب ها و یا هر جایی باشند. الزاماً و لزوماً حتماً نباید مربوط به کرات و سیارات دیگه باشند. اینها میتونن یک پدیده ناشناخته زمینی باشند. از همین رو این موضوعی که امروز خدمتتون میخوام بگم احتمالاً هم شاید به همین شکل باشه و اینها یک گونه ناشناخته زمینی باشند. من به طور دقیق نمیدونم و اگرم بدونم دوست دارم نظر شما دوستان عزیزم بدونم. به نظر شما دوستان این گونه ای که در ادامه خواهید دید چه چیزیه؟ آیا اینها منشأ زمینی دارند؟ آیا به نظر شما اینها منشأ فرازمینی دارند؟ آیا این گونه هدایتگری داره؟ خلبانی در داخلش هست یا خیر؟ و اما این قضیه چه چیزیه؟ در حدود 10-15 سال پیش بود که نخستین بار یک شبکه روسی از کشور روسیه اقدام به پخش یک مستندی کرد که در اون مستند مردم رو با پدیده ناشناخته‌ای آشنا می‌کرد. این پدیده ناشناخته چه چیزی بود؟ اما توپ‌های پلاسمایی همیشه در مسیر ریل‌های روسیه دیده می‌شد. این توپ‌های بزرگ و نورانی همواره مثل یک حالت قایم موشک با قطارها بازی میکنن و علاقهی بسیار زیاد به دو چیز دارن. نخست حرکت قطارها بر روی ریل قطار و دوم آب و هوای بارونی. به نظر میرسه که این گونه UFO بدون سرنشین باشه و از راه دور احتمالاً کنترل رو هدایت میشه. این گونه شبیه به توپی از پلاسماه که به دنبال قطارها حرکت میکنه و قطارها رو تعقیب میکنه و مدت مسیری رو با این قطارها طی میکنه تا اینکه بعد از مدتی ناپدید میشه. لوکوموتیو رانانی که این پدیده رو دیدند میگن که ما نمیدونستیم باید چی کار کنیم. این توپهای پلاسما به وقت خودش حتی تا جایی قدرت داشتند که میتونستند حرکت قطار رو متوقف کنند. ما با سرعت در حدود 300 کیلومتر حرکت میکردیم، ولی این توپهای پلاسمایی به محض نزدیک شدن به لوکوموتیو ما هم میتونستند لوکوموتیو ما رو از حرکت وادارند و هم میتونستند به سرعت اون اضافه کنند. در چندین مورد یک ایستگاه کامل رو اینها به تعقیب ما پرداختند. حالا اجازه بدید با هم چند مورد از این پدیده رو ببینیم تا در ادامه خدمتتون برسم و باقی مطالبم رو خدمتتون عرض کنم. نوگراد، روسیه، 26 ژوئن 2014.
مورمانسک، روسیه، 11 نوامبر سال 2011. چلیابینسک، روسیه، آگوست 2013. سیبری، روسیه، 2016. دیدید دوستان، واقعا که خیلی عجیبه. موافقید؟ همینطور که متوجه شدید، بیشتر این گونه در کشور روسیه رویت شده و دیده شده. به جز ریل های قطار، در جاهای دیگه هم این گونه دیده شده. نگاه کنید. Обалдеть.
متوجه شدید که این گویهای نورانی و درخشان در همه جا رؤیت میشن، هم در ریل ها و ایستگاه‌های قطار و هم در سطح روستاها و شهرها. البته در ایستگاه‌های قطار و ریل‌های قطار گویا در تمامی فصول سال رؤیت میشن، اما در داخل روستاها معمولاً در هوای ابری و بارونی. بر اساس تحقیقی که من کردم، این گونه علاقه وافر و بسیار زیادی به بارون و بارندگی داره و همیشه در هوای بارونی رؤیت شده. حالا پرسش من از شما دوستان عزیزم اینه: این چه چیزیه؟ آیا یک پدیده ناشناخته زمینیه که هنوز سواد ما و دانشمندهای ما به اون نرسیده که متوجه بشیم این چه چیزیه؟ و یا اینکه نه، اینها گونه‌ای فرازمینی هستند که از سیارات و کرات دیگه برای بازدید انسان‌ها به زمین اومدند؟ به جز این، نظر شما در رابطه با این قایم موشک بازیشون با قطارها چه چیزیه؟ چرا اینها انقدر تمایل دارن دنبال قطارها بیافتند؟ چرا در آب و هوای بارونی این گونه یا پدیده ناشناخته، یا همون بهتره بگم UFO، چرا در آب و هوای بارونی این UFO ها بیشتر رؤیت میشند؟ آیا بارون نوعی انرژی و قدرت حرکتی برای این گونه است؟ و یا اینکه نه، هیچ ارتباطی به بارندگی نداره و اینها احتمالاً در آب و هوای خشک و معمولی هم دیده میشن؟ و در پایان، چرا این دسته و این گونه ناشناخته بیشتر در کشور روسیه دیده شدند؟ در انتظار پاسخها و نظرهای شما هستم. از اینکه منو تا انتهای این اثر و این کار همراهی کردی از شما این نهایت تشکر و سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که توفیق و دیدار ملاقات شما روزی نصیبم بشه و یکایی که شما دوستان خوب و عزیزم رو از نزدیک زیاره کنم و به روی گونه های شما بوسه بزنم. دوستدار یکایی که شما، خدمتگزار شما، خدمتکار شما، مهرزاد.